ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده ی گفتگو با غرب در مورد اوکراینه این پاسخ کرملین به سخنان اخیر جو بایدنه رئیس جمهور آمریکا امکان گفتگو با همتای روسش رو رد نکرده به شرطی که روسیه اوکراین رو ترک کنه دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین این شرط بایدن رو نشدنی میدونه چون به گفته او عملیات ویژه نظامی کرملین هنوز در اوکراین تکمیل نشده. البته بهترین راه برای دستیابی به خواسته هامون روش مسالمت آمیز و دیپلماتیکه. خواسته های کرملین پس از ماها جنگ در اوکراین و انداختن روسیه به سراشیب دیپلماتیک با غربی ها چه هاست؟ شرایط غرب در مقابل این خواسته ها چیه و تا کجا حاضر به مماشات با مسکو هستند؟ چند روز پیش سرگئی لابروف وزیر خارجه روسیه ضمن حمایت از حملات هوایی، پهپادی و موشکی روسیه برای از بین بردن زیرساخت‌های اوکراین، ایالات متحده و ناتو را به ایفای نقش مستقیم و خطرناک در این جنگ متهم کرده. او در رابطه با این اقدامات مخرب که در جهان به عنوان جنایات جنگی شناخته شدن تصریح میکنه روسیه برای فلج کردن کمک رسانی غرب تاسیسات انرژی اوکراین رو میزنه و سیستم انرژی رو در این زمستان سرد در این کشور غیر فعال میکنه با این حال لاوروف همچنان تاکید داره که مسکو هرگز در مذاکرات رو نبسته و همباره از اون استقبال کرده این اظهارات وزیر خارجه کشور مهاجم در حالیه که اوکراینیها ها بارها اعلام کردند که روس ها از مذاکرات تنها به عنوان فرصتی برای خرید زمان و بازسازی نیروهای مسلح خود استفاده خواهند کرد. در واکنش به این همه در واشنگتن کاخ سفید روز گذشته اعلام کرده در حال حاضر شرایط گفتگو بین جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه وجود نداره. کرملین هم گفته قبل از هر مذاکره اول الحاق قسمتهایی از خاک اوکراین به روسیه رو به رسمیت بشناسید این در حالیه که اتحادیه اروپا قاره‌ای که بیش از هر جا تاثیرات اقتصادی جنگ اوکراین در اون نمایان شده به عنوان بخشی از یک کارزار بین المللی چند جانبه برای محدود کردن توانایی روسیه اعلام کرده که به سقف قیمت 60 دلار برای هر بشک نفت خام روسیه رسیده. این توافق اون تعداد از اعضای این اتحادیه رو که وابسته به نفت روسیه هستند فعلا آروم کرده. با این حال لئونید اسلووتسکی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه به خبرگزاری تاس گفته که اتحادیه اروپا با این سقف امنیت انرژی خود رو به خطر انداخته. تهدید این چنینی و بشکه نفت 60 دلاری برای پوتینی که گفته از عملیات نظامی ویژه روسیه یا همون تهاجم به اوکراین اصلا پشیمون نیست و همچنان از درهای باز گفتگو و مذاکرات با غرب سخن میگه. به تیوسفی، اتاق خبر.